این دختران جوان با ظرافت و زیبایی خاص ظروف سفالی را این گونه نقش و نگاری می کنند. قریش ملکزاده این هنر را در ایران فرا گرفته است. 3 سال می شود این کارگاه کوچک را در حاشیه قلعه تاریخی اختیاردین هرات ایجاد کرده است. او حالا این هنر قدیمی را به 18 تن دیگر از دختران جوان یاد می دهد. ما میناکاری روی سفال می کنیم. کار ما میناکاری است. یکی از میناتوری، مینیاتوری از ما میناکاری است. میناکاری روی سفال است. و این میناکاری هم روی طلا می شه، هم روی مس می شه، هم روی سفال می شه. ما فقط انجامش که می دیم روی سفال می دیم انجام می دیم. میناکاری روی سفال هنری است که بر پایه نقاشی و تزئین سطح بدنه‌های سفالی انجام می شود. این دختران تنها میناکاری روی سفال را کار می کنند که اوج این هنر در دوره سلجوقیان بوده است. یلدا 4 ماه می شود که مصروف یادگیری این هنر است. محدودیت‌های تعلیمی برای دختران سبب شده است تا او به یادگیری این هنر روی بیاورد. در آمکه تایوار رو ما بسته کردن، ما خیلی افسرده شده بودیم به خونه. بعد از او استاد ما دیدیم که این کار میناکاری میکنن و خیلی علاقه داشتم، و چون کار ظریفیه و نقاشیه و همه دختر خانم ها علاقه دارن، باز من از یه گفتم به خانه بشینم، آمدم و این کار شروع کردم. دختران جوان در این کارگاه آموزشی با ظرافت خاص هنر میناکاری را روی سفال انجام میدهند. آنها تلاش دارند تا این هنر با قدامت را حفظ کنند و به دیگران نیز آموزش دهند. و ما زمین کار مساعد کنند تا ما بتانیم این کار پیش ببریم، پیشرفت کنیم در این سال و دیگر دختر خانم ما زمین کار مساعد بسازیم. چون یه فرهنگ ماست میناکاری، این را باید زنده نگه داریم. انگیزه ای که باعث شد نوی کار بیاییم اولا علاقه است، دوما همی که بیکاری. بعد از مجبور شدم من بیایم به میناکاری رو بیارم، چون من از درس و تحصیل باز ماندم. بازار فروش وسایل تزیین شده با میناکاری وابسته به حضور گردشگران داخلی و خارجی است. خیلی از خارجی ها مشتریان اصلی این وسایل تزیینی هستند. میناکاری هنری است که سابقه در حدود 5000 سال دارد و از صنایع دستی محسوب می شود. امروزه بر علاوه ظروف سفالی، این هنر را بر روی مس، طلا و نقره نیز کار میکنند.